شورای قضایی عالی عراق حکم اعدام 13 تن به جرم وابستگی به گروه تروریستی داعش را صادر کرد. شورای قضایی عالی عراق اعلام کرد دادگاه جنایی الکرخ بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم احکام اعدام را صادر کرد. این تروریست‌ها همچنین اعتراف کردند که قصد انجام عملیات تروریستی در ماه رمضان سال 2019 را داشتند. بیانیه دستگاه قضایی عراق تصریح می‌کند که دادگاه از وجود نام این افراد در فهرست رایانه متعلق به تروریست‌های داعشی نیز اطلاع یافت. همچنین سلاح‌ها و اوراق هویت در کنار مهرهای جعلی آنها به وسیله نیروهای امنیتی کشف و ضبط شد. نیروهای امنیتی عراق امروز 11 تروریست داعشی را در عملیات‌های مختلف در کرکوک دستگیر کردند. یکی از این تروریست‌ها زن است. یک منبع امنیتی نیز به رسانه‌های عراقی گفت که نیروهای امنیتی موفق شدند فردی موسوم به امیر داعش در منطقه حاوی العظیم استان دیالی را به هلاکت برسانند. تروریست مذکور در حمله 4 روز پیش داعشی‌ها به یکی از محله‌های استقرار گروه‌های الحشد الاشاعری در حاوی العظیم زخمی و پس از آن کشته شد. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عناصر و هسته‌های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق استان‌های دیاله، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار و بغداد فعال هستند. گفته می‌شود تعداد تروریست‌های داعشی در هسته‌های خفته آن در سراسر عراق حدود 6000 نفر است.